مسابقات قهرمانی جنوب آسیا در سال 2013. دوره متفاوت از سایر حضورهای افغانستان در این رقابت ها. نیپالی ها برای دومین بار در تاریخ 20 ساله این مسابقات تا آن زمان میزبانی بازی ها را بر عهده داشتند. بازی ها در دو استادیوم شهر کتماندو برگزار می شد و افغانستان در گروه دوم باید به مساف تیم های بوتان، سریلانکا و مالدیف می رفت. برتری 3-0 مقابل بوتان و 3-1 مقابل سریلانکا در دو بازی نخست افغانستان سود افغانستان به مرحله نیمه نهایی مسابقات را تضمین کرد. افغانستان در آخرین بازی مرحله گروهی با مالدیف روبرو شد و در پایان با این تیم به نتیجه مساوی بدون گل دست یافت تا به دلیل تفاضل گل کمتر از مالدیف در رده دوم جدول قرار بگیرد و با مساف نیپال میزبان در نیمه نهایی برود. بازی مقابل نیپال یکی از بیادماندنی ترین بازی های تاریخ فوتبال افغانستان است. هفته سنبله سال 1392 شبه که برای دومین بار پیاپی در مرحله نیمه نهایی مسابقات جنوب آسیا حضور داشتیم و برای دومین بار پیاپی با نیپال در همین مرحله بازی می کردیم. گل سنجر احمدی، درخشش فقیریار در مهار دو ضربه پنالتی و تلاش یک تیم برای خوشحال کردن یک ملت افغانستان را برای دومین بار به بازی نهایی مسابقات برد، جایی که باز هم برای دومین بار پیاپی در مقابل هند قرار می گرفتیم. افغانستان که دو سال قبل در هند با نتیجه 4-0 بازی نهایی را به این کشور باخته بود، این بار فقط برای پیروزی و قهرمانی آماده بود. دو گل مصطفی آزادزوی و سنجر احمدی برتری 2-0 افغانستان در این بازی را رقم زد و فوتبال کشور برای اولین بار موفق به کسب یک جام شد، جامی که غرور، افتخار و خوشحالی افغانها در سرتاسر جهان را به همراه داشت. دهمین دوره مسابقات قهرمانی جنوب آسیا صفحه تازه‌ای را در فوتبال کشور باز نمود و فوتبال افغانستان را وارد مرحله جدید از حیات خود کرد.